سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ یادتونه که آخرین بار درباره چی صحبت کردیم؟ درسته، کنار حوضچه یه خرس و سنجاب و یه پرنده آب می نوشیدن. خب بچه ها، چون به شما داره خوش میگذره، به منم خیلی داره خوش میگذره. خب منتظرم ببینم که داستان امروز چیو به ما نشون میده. به نظرتون همین الان بریم به داستانمون ببینیم چه اتفاقی میفته؟ با هم میبینیم. در حوضچه آسمون می درخشید. سنجاب گفت: وای، شما می تونید آسمون توی حوضچه مثل این ببینی. خرس به پرنده گفت: پرنده، تو درباره آسمون چه فکری می کنی؟ پرنده جواب داد: آسمون وسیع خیلی زیباست. شما با من دوست بودین، پس می تونین منتظر یه هدیه مخصوص از طرف من باشین بچه ها. عزیزای دلم، خرس و سنجاب یه دفعه بال در آوردن. درسته بچه ها، امروز در حوضچه آسمون می درخشید، درست مثل یه آینه. پس ما باید آسمون درخشان رو توی حوضچه بکشیم. اما به نظرتون اونو مثل این که ما یه پرندهی هستیم که توی آسمونیم بکشیم؟ خب، اول ابرا رو میکشیم. شما یاد گرفتید که چجوری شکل درخت و گلا رو بکشید، درسته؟ بله، اما آیا همه ی ابرا یه شکل هستن یا با هم فرق دارن؟ درسته، همشون با هم فرق میکنن. پس سعی کنید مثل من بعضی ها رو بزرگ و بعضی ها رو کوچیک بکشیم. ما اینجا ابرایی با شکلای مختلف داریم بچه ها. اینجا ابرایی با شکلای مختلف داریم بچه ها. خب، هدیه‌ای که پرنده به خرس و سنجاب داد چی بود؟ هدیه بال بود. پس اگه ما بال بکشیم چطوره؟ کشیدن بال آسونه. بیاین اینجا چند تا بال رو نقاشی کنیم. خیلی خوب، یه شکل دایره اینجا بکشیم. بالها در انتها باریکتر میشن. بعد از اینم همینطور که به سمت بالا میرن کوچیکتر میشن بچه ها. سمت دیگرم به همین صورت که اینجا کشیدم نقاشی میکنم. به بالهای صورتی که کشیدم نگاه کنین. حالا بیاین تعداد بالهای کوچیکتری این بالا بکشیم. اینا رو رنگ زرد میزنم. بچه ها، به نظرتون میتونیم بگیم که بالهای بزرگ برای خرس و بالهای کوچیک برای سنجابه؟ نظرتون چیه؟ خب، اگه بالهای کوچیکتر این بالا برای خرس بذاریم به نظرتون جالب نمیشه؟ خب، بیاین همشون رو رنگ کنیم. من این ابرا رو رنگ آبی میزنم. ببینید، به اطراف میچرخونم و رنگ میکنم. اینجوری. اینم از این. خب، ابر دیگرم آبی پر رنگ میزنم. اینجا هم همینطور. خب حالا بیان یه ابر زرد بکشیم. به نظرتون یک رم زرد کنم؟
خیلی خوب، یه ابر بنفشم اینجا میکشم. یه ابر نارنجی هم میخوام اون سمت بکشم و رنگ کنم اینجوری. خب بچه ها بیاین داخل بالها رو رنگ آمیزی کنیم. بالهای بامزه سنجاب رو رنگ زرد میزنم. این از یه طرفش. حسابی داخلش رو پر کنیم بچه ها. طرف دیگرش هم رنگ میکنیم. بعد از اونم بالای خرس رو میخواییم رنگ کنیم. شما میتونید هر رنگی که دوست دارین انتخاب کنیم بچه ها. همینطور میتونید رنگا رو با هم مخلوط کنید اگه دوست داشته باشید. خب من قسمت بالای بالا رنگ صورتی دارم میزنم. شما میتونید هر رنگی که دوست دارید بزنید. خب بالی که این طرفه تقریبا کامل شده. خب این قسمت بالو میخوام رنگ آبی آسمونی بزنم. ببینید بچه ها وقتی ما ابرا رو رنگ‌آمیزی کردیم داخل همشون رو پر نکردیم، فقط حرکت چرخشی زدیم، درسته؟ اما ما بالها رو به طور کامل توی یه سمت رنگ می‌کنیم. اینجوری قشنگ پر میشه از رنگ. این قسمتش هم آبی بزنم. این بال صورتی رو هم قسمت مخالفش رنگ می کنم. اگه بالها همونطور که فکر می کنین کشیده بشن، اونا شکل بال می شن. پس هر جور که تصور می کنین نقاشی کنین بچه ها. داره قشنگ می شه اینطور نیست؟ حسابی پر کنین و همه جاشو رنگ‌آمیزی کنین. خب همه ی بالا رو رنگ‌آمیزی کردیم. حالا میخوایم پشت زمینه رو به رنگ زرد با مداد شمعی رنگ کنیم. این بار من کاغذ کنار مداد شمعی رو یکم باز میکنم و از کنارهاش استفاده میکنم برای رنگ‌آمیزی. نگاه کنین، ببینین وقتی رنگ پاستیل با هم مخلوط میشه چه رنگی درست میشه؟ بهتر به نظر میرسه نه؟ ببینین این زرد بود ولی با آبی که مخلوط کردیم رنگ سبز شد، درسته؟ حالا رنگ نارنجی هم میشه یه نارنجی تیره. بچه ها به نظر میرسه که خورشید زیبا در حال غروب کردنه وقتی که ما از رنگ زرد روشن استفاده میکنیم. شما میتونید بالها رو یکم متفاوت رنگ آمیزی کنید.
که همه جا رو رنگ کنیم بچه ها. خب دورش هم پر رنگ میکنم. متفاوت شد. بفرمایین. تموم شد. خب بچه ها درس امروز چطور بود؟ به نظرتون امروز که اول رنگ سفید رو استفاده کردید و بعد روش نقاشی کردید چطور بود؟ خطای مخفی که کشیده بودید ظاهر شدن، جالبه نه؟ الان شما میتونید برای خودتون بال درست کنید. چه حسی داره اگه بتونید اون بالا رو بذارید و به سمت بهشت پرواز کنید بچه ها؟ به این فکر میکنید وقتی که مشغول نقاشی هستید چه حسی دارید؟ خیلی خوب. درس امروز با شما خیلی به من خوش گذشت. بیاین دفعه بعدم همدیگر رو دوباره ببینیم. خداحافظ دوستای گرانقدر من. خداحافظ. خداحافظ.